تازه های خبر از آریانا امشب با اورانوس مصمم. امضای چند سند همکاری مشترک میان افغانستان و هندوستان. نوید اوباما برای آمریکایان از پایان یافتن دهه جنگ در افغانستان. و انتقاد رئیس شورای عالی صلح افغانستان از احزاب سیاسی مخالف حکومت. بنام خداوندیتون مهربان، با عرض سلام. روز دوشنبه 22 اخرب سال 1391 خورشیدی است که برابر می شود با 12 ماه نوامبر سال 2012 میلادی. مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و نخست وزیر هند بر تقویت بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی کابل دهلی تاکید کردند. این دو مقام ارشد افغانستان و هند در دهلی چند سند همکاری های مشترک را نیز امضا کردند که ادامه همکاری های هند با افغانستان و سرمایه گذاری تجار هندی در افغانستان را مشخص می کند. شرح بیشتر از ظاهر قادری. رئیس جمهور افغانستان در دهلی جدید با نخست وزیر هند گفتگو کرده است. این مقام ها یک سند تفاهم دو جانبه را نیز امضا کردند. در این گفتگوها همچنان در مورد ادامه کمک های هند به افغانستان و همچنان مسئولیت ادبای هندی که در افغانستان کار می کنند بحث شده است. نخست وزیر هند ضمن تاکید بر ادامه روابط کشورش با کابل گفت هند بر ادامه همکاری ها با افغانستان متحد است. امروز ما با اساس امضای سند تفاهم مرحله سوم پروژه های کوچک انکشافی را آغاز کردیم تا نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی مردم را در سراسر افغانستان تکمیل کنیم. هدف سفر رئیس جمهوری افغانستان به این تشویق سرمایه گذاران هندی به افغانستان گفته شده است. آقای کرزی گفت بستر برای سرمایه گذاری در افغانستان هموار است. در حال حاضر شرایط برای سرمایه‌گذاری در افغانستان خیلی خوب می باشد. این کشور اکنون به آینده خود زیاد مطمئن است و چشم برای سرمایه‌گذاری کشور دوست به خصوص هندوستان می باشد. منموهن سینگ نخست وزیر هند گفت این کمک هایش را به افغانستان افزایش می داد و در حمایت از این کشور متحد است. هند از افغانستان حمایت کرده و در تلاش هایش برای انکشاف این کشور متحد باقی می ماند. در حال حاضر کمک های انکشافی ما به $2 میلیارد رسیده است. ما در ایجاد ظرفیت های کاری و انکشاف تأسیسات و منابع بشری در افغانستان تلاش اعظمی خود را به خرج می دهیم. مقام های هند و افغانستان در حال بر بیشتر شدن روابط این کشورها تاکید می کنند که محافل سیاسی افغانستان نیز نزدیکی کابل و دهلی را به نفع افغانستان ارزیابی می کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می گوید دهه دردناک جنگ در افغانستان در حال پایان یافتن است. رئیس جمهوری آمریکا همچنان به خروج نیروهایش از افغانستان تاکید کرده می افزاید نیروهای آمریکایی که در افغانستان و عراق خدمت کردند قابل سپاس اند. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد پایان جنگ در افغانستان واکنش های متفاوت را در پی گرفته است. باز هم ظاهر قادری. نامد بودن برخی از مناطق افغانستان از اثر تحرکات طالبان یکی از موارد عمده نگرانی شهروندان و محافل سیاسی افغانستان دانسته می شود. همزمان با این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مراسم یاد بود از سربازان آمریکایی که در خارج از آن کشور کشته شدند، ضمن تاکید بر خروج تدریجی نیروهایش از افغانستان گفت جنگ در این کشور به نقطه پایانش نزدیک شده است. دهه دردناک از جنگ ها در افغانستان و عراق به نقطه پایانش نزدیک شده است. این اولین روز سالگرد یاد بود از عساکر بازنشسته آمریکایی است که در آن هیچ سرباز آمریکایی در عراق نمی جنگد و نمی میرد. 33,000 نیروی ما حال از افغانستان برگشتند و پروسه انتقال در آنجا ادامه دارد. بعد از یک دهه جنگ قهرمانان ما به خانه می آیند. با این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مورد اوضاع امنیتی افغانستان واکنش های متفاوت را در مجلس نمایندگان افغانستان برانگیخته است.
هرگاه جنگ در یک سطح بین المللی در افغانستان خاتمه شده پنداشته میشه، پس این صلح در کجاست که ما هر روز کشته میتیم، هر روز عمله انتحاری هست، هر روز جوان ما کشته میشه و هر روز گویا مردمای دیگه هستند که میخواین باز حافظ و بانی از این خاک باشن و شورای خود تشکیل بتن. شاید این جنگ که به ضرر مردم آمریکا بود، شاید به نفع خود مردم آمریکایی را اختتام یافته اعلان کرده باشد، مگر این مشکل مردم افغانستان باقی میماند. این در حالی است که قرار است آمریکا و افغانستان روز پنجشنبه گفتگوها را روی سند استراتژیک نظامی میان کابل و واشنگتن آغاز کنند. امضای این سند ادامه حضور نظامی آمریکا را در افغانستان در دراز مدت مشخص خواهد کرد. رهبران پاکستان باید در همکاری برای تامین ثبات در افغانستان گام‌های عملی بردارند. وزیر دفاع آلمان که امروز با وزیر دفاع افغانستان در کابل صحبت می‌کرد، ضمن بیان این مطلب تأکید کرد که کشورش پس از سال 2014 نیز همکاری‌هایش را با دولت افغانستان ادامه می‌دهد. در همین حال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان از توانمند شدن نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی پس از خروج نیروهای خارجی اطمینان داده و بدتر خواندن اوضاع پس از سال 2014 را تبلیغات سوء استخبارات کشورهای منطقه می‌داند. عبدالوکیل نایبی گزارش می‌دهد. توماس دمیزر وزیر دفاع آلمان روز یکشنبه وارد افغانستان شده است. او روز دوشنبه پس از ملاقات با بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در یک نشست خبری مشترک حضور یافت. آقای دمیزر ضمن تاکید بر همکاری های دوامدار کشورش پس از سال 2014 میلادی به افغانستان، از توانمندی ارتش افغانستان و بالا رفتن روحیه رزمی آنان ابراز اطمینان کرد. وزیر دفاع آلمان میگوید او در سال روان با مقامات سیاسی و نظامی پاکستان دیدار کرده و آنان برای تامین ثبات در افغانستان ابراز همکاری کردند. رهبران پاکستان آرزوی همکاری برای تامین ثبات در افغانستان را دارند. این اظهارات آنان باید در عمل پیاده شود. به ویژه پاکستان باید از مصالحه ملی و نقششان در تامین ثبات در افغانستان حمایت کند. نسبت فشار آوردن غرب بر پاکستان مبنی بر حمایتش از روند صلح در افغانستان، گفتگوهای دو جانبه میان دولت افغانستان و پاکستان از همه مهمتر است. بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی نسبت به اوضاع افغانستان پس از سال 2014 میلادی خوشبین است. او میگوید شمار ارتش افغانستان به 350 هزار تن میرسد که در حال حاضر از توانایی‌های بهتر برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی برخوردار هستند. به گفته وی تا دو سال دیگر که نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک میکنند، ظرفیت این نیروها نیز بالا خواهد رفت. آقای محمدی سر و صداهای خرابی اوضاع پس از خروج نیروهای خارجی را تبلیغات سو توسط استخبارات کشورهای میداند که نمیخواهند ثبات در افغانستان تامین شود. متاسفانه یک تعداد منابع و یک تعداد کشورهای استخبارات منطقه و کسایی که ثبات در افغانستان نمیخواهند، اونا بیشتر سر و صدا را انداختند، چه به سطح ملی و چه به سطح بین المللی، که اوضاع بعد از 2014 در افغانستان خراب میشه. خدای نخواسته افغانستان دچار خانه جنگی میشه و وضعیت بد نشان میدن، که برخلاف ما ایرا یک تبلیغات کسایی میدانم و از کشورهایی میدانم که اونا ثبات در افغانستان نمیخوان. آقای محمدی از همکاری کشوری آلمان در 10 سال گذشته به ویژه در راستای تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان قدردانی کرده بیان داشت که آلمان یک مکتب انجینری را در مزار شریف و یک مکتب لوجستیکی را در کابل برای ارتش افغانستان بنا نهاده است. در حال حاضر آلمان حدود 6000 سرباز در افغانستان دارد که در ولایت‌های شمال و شمال شرق فعالیت دارد. رئیس شورای عالی صلح میگوید با انتقاد از جریان‌های مخالف سیاسی دولت، آنان را متهم به امتیازگیری کرد. وی میگوید شورای عالی صلح زمینه سفر مقام‌های مخالفین مصالح دولت را برای گفتگوهای صلح به کشورهای سومی مساعد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از شفیق الله سالنگی. شورای عالی صلح نهادی که از سوی حکومت برای پایان دادن به جنگ در افغانستان ایجاد شده است. این شورا اکثرا با انتقادهای زیاد نهادهای سیاسی دولتی و غیر دولتی روبرو بوده است. اما اکنون رئیس شورای عالی صلح با انتقاد از جریان‌های سیاسی آنان را متهم می‌کند که به خاطر گرفتن امتیازهای سیاسی گفتگوهای صلح در افغانستان را به چالش می‌کشند. هرچند ما و شما می‌دانیم که فرهنگ مبارزه سیاسی در کشور ما متاسفانه به پختگی لازم نرسیده و هر از گاهی دیده می شود که یک جناح یا یک طرف به خاطر مسائل و خواستهای سیاسیشان و پروسه صلح با دیدی منفی نگرسته، باعث افزایش نگرانی ها
در میان مردم میگردند. و گفته رئیس شورای عالی صلح، از آغاز روند گفتگوهای صلح تا اکنون بیش از 6000 مخالف مسئله دولت با این روند پیوسته اند. آقای ربانی همچنان تاکید می کند شورای عالی صلح زمینه سفر نمایندگان مخالفان مسئله دولت را بر از گفتگو با کشورهای سومی مساعد کرده است. شورای عالی صلح در تفاهم با شورای امنیت کشور و کمیته خاص تعزیرات سازمان ملل متحد و همچنان همکاری کشورهای منطقه زمینه را تا حدی برای سفر و مسئولیت مذاکره کنندگان مساعد ساخته است. اما شمار از اعضای مجلس نمایندگان شیوه گفتگو با مخالفان مصالح دولت و کشورهای حامی آنان را به شدت انتقاد می کنند. آجایی که دیده شده در مذاکرات همیشه به عنوان حسن نیت یا اعتماد سازی از جانب افغانستان پیوسته امتیاز داده شده، اما هیچ گاه امتیازدهی از جانب شورای عالی صلح یا حکومت افغانستان مشروط به امتیاز گرفتن به نفع افغانستان و صلح نشده. ما مردم افغانستان صلح در بین افغانها را می خواهیم و ما به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم که پاکستان یا کشور دیگه توسط پروسه صلح موره های سیاسی خود در افغانستان جای به جای بسازه. بانک دو سال از ایجاد شورای عالی صلح می گذرد، اما تو هنوز هم مخالفان سیاسی حکومت تلاش های این شورا را به خاطر کشاندن مخالفان مصالح دولت به میز گفتگو قناعت بخش نمی دانند.